سلام اسم من آنیتاست است مدت زیادی نمیشه که امه شدم و توی همین زمان کمی که برادر زادم علی رضا به دنیا اومده حسابی از طرف دوستای دانشگاهم دست انداخته شدم دورم میکردن و میخندیدن یا راه میرفتن و مطلک مینداختن و شوخی میکردن مثلا میگفتن حالا که میخوای مراسم بگیری و خورما بدی با این که آدم خوشگی نبودم و سعی می کردم خودم و نگیرم و بگو بخند خند داشته باشم نمیتونستم به حرفای دوستام بخندم درسته که بهشون حق میدادم دوست دارن بعد از کلاس های پرمشغله دانشگاه تفریحی داشته باشن ولی اینکه بخوان با ناراحت کردن من زمینه شادی خودشونو فراهم کنن عذابم میداد من عاشق برادرم بودم و طبیعتا اینکه بخوام ثمره زندگیش با همسرش رو ببینم برام جالب بود از اینکه این, که این پیشفرز ذهنی غلط وجود داشت که امه بودم بر جنسی کردن و دوست داشتنی نبودنه متنفر بودم میخواستم خلاف جریان آب شنا کنم و ثابت کنم من میتونم یه امه دوست داشتنی باشم کسی که چون برای برادرش حامد ارزش قائله برادرزاده خودش رو هم عزیز میدونه از روز اول سعی کردم با همین دید جلو برم و حرف دیگران هم برام مثل از این گوش بگیر و از اون یکی در کن باشه هرچند که اصلا کار راحت نبود و خیلی جا باز حرفشون روی من اثر داشت از روز اول سفت و سخت گرفتم به طوری که گرون کادوهای سیسمونی رو من خریده بودم از لباس های مخملی گرون قیمت نوزاد بگیر تا یه سری اسباب بازی ها و گهواره بچه از همون روز یکی از مشکلات اساسی من خودشو نشون داد اونم این بود که زن برادرم سهیلا از کار من کینه به دل گرفته بود از مامانم شنیدم که توی جمع زنونه پشت سر من گفته بود که این آنیتا چرا کاسه ای از آش دختر شده توی مجلس داشتم سنگ روی یخ می شدم مثلا خواسته ترام بذاره مگه میشه یه خواهر شوهر بهتر از مامان خود بچه باشه این حتما با یه نقشه اومده جلو و میخواد زندگی منو خراب کنه. وقتی مامان پرین این چیزایی که سوهیل گفته بود رو منتقل کرد فهمیدم که خوبی کردنم داره باعث سوی تفاهم میشه. توی ذهن آدما همش داره مقایسه انجام میشه. و همینم هم هست که انگار همیشه یه ترازو توی کلهاشون کار گذاشتن و دارن عملهای همدیگر رو وزن میکنن. همیشه از مامان بزرگ خدا بیامرزم اینو به یادگار داشتم. که هر کسی خواست بهت بدی کنه و خواسته یا نخواسته تو را آزار بده فقط سکوت کن هرچه عکس عمل نشون بدی طرف مقابلم میخواد یه چیزی به جواب بده و این خودش باعث میشه یه چرخه پوچ و فرسایشی درست بشه در مقابل سویلام همین سیاست رو استفاده کردم حتی به حامد درباره این کارهای زنش چیزی نگفتم چون میدونم با توجه به علاقهای که به هم داشت حتما واکنش شدیدی نشون میداد و همین مسئله میتونست به زندگی زن و صدمه بزنه حتی به مامان پریم گفتم که حرفای سهیلا رو پیش این و اون نگه چون همین باعث تفرقه و دوبه همزنی بین آدما میشه که خاصه هیچ آدم منطقی نیست البته با احترام و شمرده شمرده حرفم رو به مامان گفتم چون توی این چند سال که بابا فوت شده بود جز من که توی خونه پیشش بودم کسی رو نداشت و ازدواج برادرم حامد باعث شده بود چندین برابر نسبت به قبل تنها تر بشه. حامد پسر خانواده دوستی بود که تا وقتی مجرد بود حسابی توی خونه هوای مامان رو داشت. خریدهای خونه رو انجام میداد. توی آشپزی بهش کمک میکرد و به درد و دلاش گوش میکرد. و آخر هفته ها می بردش گردش یه سری چند تا که پشت سر هم خورده بود و تقریبا نصف هفته تعطیل بود منم همراه مامان و حامد سوار ماشین شدیم و با هم جاده چلوس رفتیم که خیلی خاطره خوبی توی ذهنم به جا گذاشته طبیعی بود که وقتی آدم همچین پسری داشته باشه و بعدم از پیشش بره چقدر کنار اومدم باهاش سخته درسته که منم سعی می کردم جای حامد رو پر کنم ولی خب هر گلی بوی خودشو داره و نمیشه گفت که یه بچه میتونه جای اون یکی رو برای مادرش پر کنه. از جمله رفتارهایی که مامان از وقتی که حامد از پیشش رفته بود انجام میداد این بود که همه سعی میکرد خودش رو توی جمعی شلوغ قرار بده و باشون حرف بزنه. برای اینم که حرف برای گفتن داشته باشه خیلی اوقات حرفای آدم ها رو پیش هم دیگه می برد که همین کارش هم باعث شد دو تا از فامیل هامون با هم قطع ارتباط کنند. خلاصه که مامان پری قبل زندگی مشترک حامد با بعدش زمین تاسمون فرق داشت و نمیشد باور کنی هر دو یه نفر هستن. کار من توی کارگاه خیاطی بود که محلش فاصله زیادی تا خونمون نداشت. سابکارم هم بابای دوستم بود که آقای نسبتا مهربون به نام آقای قهرمانی بود. صبر و حوصله آقای قهرمانی باعث شد بدون اینکه زده بشم یا بخوام قید این کار رو بزنم خوب دوخت و دوز و تکنیک های شغلی رو یاد بگیرم این شغل دیگه بخشی از زندگی من شده بود و حتی توی خونه هم انجامش میدادم تا کمکم کنه از افکار مزاحم و ناراحت کننده خلاص بشم توی خونه هم برای مامان خیاطی انجام میدادم یه دونه از پشتی های مبل خونه چند تا از لباس های پارچه مامان رو خودم دوختم و بهش تحویل دادم. گذشت تا اینکه تولد یک سالگی پسر حامد شد و همه برای این جشن تولد که قرار بود مفصل برگزار بشه دعوت شدیم. قبل از مراسم با نخصوصا پشت چرخیاتی نشستم و یکی از لباس های خوشگل ترداری که روش عکس خرس بود رو کامل کردم. قبلا در نظر داشتم که این لباسی که هم نوع دوختش و هم ترش کار شده بود رو به یه خیریه بدم تا تنی یه بچه بی سرپرست ببینم. اینطوری هم کار خیر انجام شده بود و هم دلم خوش بود که هنرم به یه دردی خورده و تونسته دل کسی رو شاد کنه. اما کلا برنامه عوض شد و حامد با هم تماس گرفت و ازم خواست توی تولد علی رزا شرکت کنم. توی تولد بعد یه مدتی که گذشت سوهیلا اومد و گفت بیاین یه بازی انجام بدیم هر کسی شانسی یه کاغذی از داخل این پلاستیک که جلوی همه میگیرن برداره و شروع به خوندن کنه توی این کاغذها یه سری ویژگی از آدم است. این ویژگی ها خصوصیات متولد های یه ماهه اون ماها رو باید پیدا کنین و بگینش هر کسی ماهای بیشتری رو بگه برنده است وقتی سهیلا اسم بازی را آورده بود امیدوار شدم که یخی جمع قرار آب بشه و این تولد بهونه که کدورت و کینه بره کنار سهیلا پلاستیک رو چرخوند و همه هر کدوم یه کاغذ رو برداشتیم نوبت من که شد تا ویژگی های توی کاغذ رو بخونم خیلی آروم و شمرده شمرده مثل آدم حسابی ها سینه ای صاف کردم و پای روی پا انداختم و بعد هم با صدای رسا توی جمع گفتم آروم بسیار مهربان زودرنج و همین که میخواستم ادامه بدم سهیلا با پوسخند مسخره کننده ای گفت اینو چقدر آشناست داره ماه تولد خودتو میگه مهربونیشو که شک دارم ولی بیخیال و زودرنجش درسته چون نخواستم خودمو توی جمع خراب کنم تا به حرفای کینیه سهیلا مهر تایید خورده باشه جلوی بغز خودمو گرفتم و بدون اینکه بخوام ماه تولد رو بگم پلاستیک رو, رو روی مبل گذاشتم و سکوت کردم. حامد از جوش بلند شد و به اتاق رفت. بعدم از اونجا سهیلا رو صدا کرد. قرار بود توی اتاق یواش با هم صحبت کنند ولی این ذات دعواست که حتی بخوای پنهان شب کنی با سرکش بیرون میزنه. حامد و سهیلا دعوایی نسبتا سختی داخل اتاق داشتن و بعدش هم سهیلا با گریه و ناراحتی تولد رو ترک کرد. انگار نه انگار که قرار بود تا این یه تولدی باشه که هم یک سالگی علی رزا جشن گرفته بشه و هم با جمع شدن فامیل دوره هم از سفرقه جلوگیری بشه. این جشن کار رو چند درجه سختتر کرد. اگر قبلا حداقل حامد سهیل با هم دعوا نکرده بودند الان شیشه ای عمر رابطه اونها هم ترخ خورده بود روز بعدش مامان پری از اول صبح پشت تلفن بود و داشت ماجرای تولد شب قبل رو برای فامیل تعریف می کرد. کلی بعد سهیلا رو گفت و از خانومی و وقار من تعریف کرد هرچقدرم تلاش کردم مامان رو از این مدل کارمون صرف کنم بیفایده بود مامان به هر دری میزد تا تنهایی خودش رو جبران کنه. نیاز داشت هم زیاد حرف بزنه و هم بقیه جوابش رو بدن و به هیچ نشون بدن. از اونجایی که حس کردم کلا از تغییر دادن اوزانا توان شدم تصمیم گرفتم روی همون کارم توی کارگاه خیاطی تمرکز کنم و به ماجراهای مامانم و سهیلا کاری نداشته باشم وقتی یکی از بهترین کارهایی که دختم رو کادو میکنم و به تولد میبرم و بعدم اون بساط درست میشه و حتی فرصت باز کردن کادوها پیش نمیاد مشخصه که خونه از همون پایه ویرانه بوده تا دم و خودشون رو درست نکنن هر چقدر بقیه بخوان بهشون خوبی کنن مقاومت میکنن چون افکار پوچی که اسیرشون هست دست و پاشون رو مثل زنجیر بسته حدود یه ماه از اون روز شوم تولد گذشت و برادرم حامد توی یه موقعیت خاص قرار گرفت. اونم معموریت کاری شغلش بود. حامد توی تهران داخل یه شرکت تولیدی پلاستیک کار میکرد و حالا به دستور کارفرماش باید به یه معموریت مهم توی بندر عباس میرفت تا ترخیص شدن یکی از بارهای سفارش شرکت که از خارج اومده بود ولی توی گمرو گیر کرده بود رو پیگیری کنه. مشکل هم اساسی و حاد بود چون گمرک علاوه بر بحث پولی قضیه به پلیمری به اسم پولی اتیلن که قرار بود به عنوان ماده اولیه توی لوله کشیاب استفاده بشه ولی استاندارد نبود گیر داده بود کارفرما هم سخت گیر بود و اگر حامید از زیر بار این کاری که بهش سپرده بودن شونه خالی میکرد به احتمال زیاد اخراج میشد که توی این وضعیت اگر این نون بخور نمیر هم قطع میشد زندگیش از هم میپشید این وسط دلم برای حامد به خاطر مشکلات خانوادگیش هم میسوخت ساحلا به جای درک کردن حامد مدام به جونش غور میزد سر همین موضوع مأموریت کلی بحث داشتن و سهیلا میگفت به خاطر گرما بودن و احساس قریب بودن نمیتونه همراه شوهرش باشه این کار سهیلا واقعا حکم نمک پاشیدن روی زخم رو داشت وقتی همراه زندگیت خودش گرفتار شده و فکرش مشغوله حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که یه بار اضافه روی دوشش نباشی پس معنی زندگی مشترک چیه؟ برای حامد و سهیلا کار به جایی رسیده بود که زناشویشون فقط در ظاهر یه عدد زوج بود ولی باطنش چیزی به جز دو تا عدد فرد نبود هر که بود بالاخره حامد چمدونش رو بست و به سمت بندر حرکت کرد قبل از اینکه برادرم بخواد حرکت کنه تلفنی باش حرف زده بودم و قرار شد هر کم و کسری یا مشکلی که داشت با هم در میون بذاره این وسط سر خودم هم داشت شلوغ میشد از طرفی سفارش های مشتری های خیاطی گرفته تا شروع شدن ترم جدید دانشگاه تا تونسته بودم سعی کردم از فاصله تعطیلی بین دو ترم استفاده کنم و نذارم وقتم تلف بشه تا حدی موفق بودم ولی دوست داشتم این مدت پس اندازه بیشتری جمع کرده باشم با شرایطی که بود دیگه فقط به فکر خودم نبودم باید میتونستم دست خانواده و عزیزانم رو هم بگیرم با کارفرما صحبت کردم که هر کار اضافه که نیاز باشه برام در نظر بگیره و منم با کمال میل قبول میکنم همیشه سعی می کردم کاری رو انجام بدم که از اعماق وجودم حس می کردم دوستش دارم. از اون آدم هم نبودم که یه ریشه دانشگاهی علکی انتخاب می کنن و بعدم مسیرشون توی بازار کار 180 درجه فرق می کنه. برای همین زمان انتخاب رشته کارشناسی مهندسی نساجی رو انتخاب کرده بودم. دوستا و آشناها به این گفته بودن که اگه بخوای مهاجرت کنی با این رشه برات کار سخت میشه. ولی من دیده مهاجرتی نداشتم. بیشتر ترجیح میدم از موقعیتی که توشم رضایت داشته باشم و وقتی رضایت باشه به فکر تغییر وضعیت نیستم. نمراتم هم, هم تقریبا خوب بودن و با استادا ارتباط خوبی داشتم. برای اکثر استادها اینکه یه دانشجوی علاقه مند و با انگیزه ببینن که به جای وقت تلف کنی اومده یه چیزی یاد بگیره خیلی ارزشمنده. فقط یه ترم از دوران کارشناسیم باقی مونده بود و باید به زودی یه فکری هم برای کارشناسی ارشد می کردم ولی فعلا مهم این بود که ترم آخر رو با نمرات خوب بگذرونم و یه معدل مناسب داشته باشم با شروع ترم تحصیلی جدید مجبور شدم توی خیاطی پاره وقت کار کنم و اینم باعث شده بود که بیشتر وقتم صرف درسای تئوری بشه و از کار کردم با چرخیاتی و علاقه اصلیم بیشتر جا بمونم نزدیک امتحانهای میان ترم که شد حامد با هم تماس گرفته و به هم گفت سلام آبجی کارم بعد گیر افتاده اینجا توی بندر عباس گیر افتادم و کسی هم نیست کار ترخیص بارها رو بهش بسپارم تا بتونم تهران بیام آخه توی تهران مامان سهیلا دیابتش اوت کرده و تازه آلزایمر هم داره سایلای بنده خودم در سنهاست به من گفت سری بیام تهران تا مامانش رو پیش یه دکتر کاربلد ببریم ولی متاسفانه من از اینجا نمیتونم جون بخورم میخوام روی حساب نون و نمک خواهر برادری ازت یه خواهشی داشته باشم لطف کن سری خودتو به خونمون برسون و به سهیلا کمک کن میدونم که ارتباطتون با هم جالب نیست و زبون زن منم تند و نیش داره ولی روی حساب احترامی که بین ما هست ازت میخوام روی منو زمین نندازی و به هم کمک کنی وقتی حرفهای حامد تموم شد بدون اینکه کاری جدیدی رو بخوام شروع کنم با اولین تاکسی خودم رو به مجتمع آپارتمانی رسوندم که داخلش زندگی میکردن و اونجا هم وقتی سهیلا از پوش آیفون صدام رو شنید در رو باز زن کرد بازم سنگ زدم ولی این بارم فایده نداشت تصمیم گرفتم بروش پیام بفرستم و موضوع رو بنویسم حداقل شاید کمی باعث بشه به خودش بیاد و دست از لجبازی برداره همینطوری پشت مجتمع آپارتمانی منتظر بودم کار به جایی رسید که سرایدار مجتمع به هم گیر داد که اینجا وای نستم چون ممکنه اهالی ساکن مجتمع مشکوک بشن و به پلیس زنگ بزنند آهسته آهسته برای خودم حرکت کردم تا سر کوچه رسیدم وقتی گوشیم رو در وردم و نگاه کردم دیدم که سهلا شماره منو مسدود کرده و به نوعی آب پاکی رو, رو روی دست ریخت که هیچ علاقه‌ای به دیدن من نداره و کوتاهم نمیاد تنها کاری که به نظرم رسید این بود که اتفاقی که افتاده رو با حامد در میون بذارم و اونو در جریان قرار بدم که من تلاش خودم رو کردم ولی زنش این برخورد رو داشته شب همون روز حامد با هم تماس گرفت و گفت ببین آبجوی من با این زن لجوج و کم عقل صحبت کردم قرار شد که باید همکاری کنه اگر بازم مشکلی پیش اومد همون لحظه بریم زنگ میزنی تا تکلیف همه چی رو روشن کنم وقتی حامد تماس را قطع کرد بدنم شروع به لرزیدن کرد کلا از کارهای زوری خوش هم نمی اومد. سهیله یه زن لجبز ولی در عین حال همیشه نگران بود. وقتی حامد تهدیدش می کرد که دیگه باش زندگی نمی کنه، حسابی ترس وجود این زن رو می گرفت و سعی می کرد حتی ظاهری هم که شده خودش رو خوش برخورد نشون بده. برای همینم نگران بودم که دیر یا زود باید با چهره واقعی زن برادرم رو به رو بشم که اصلا خوشایند نبود. این بار وقتی زنگ واید برادرم رو زدم بدون هیچ صدایی که از آیفون بیاد در روی من باز شد وقتی وارد واحد شدم یه فضایی به هم ریخته دیدم که انگار یه بمب توش منفجر شده علی رضا توی گهوارش گریه می کرد و ظاهرا خودش رو خراب کرده بود یه خانم پیرو مریض حال هم روی مبل دراز کشته بود که با همون نگاه اول گفتم که از من مامان سهیلاست روی مبل ننشستم تو سهیلا بیاد و وقتی بعد پنج دقیقه از اتاق خوابش اومد بدون اینکه حرفی بزنه علی رزا رو اجاش بلند کرد و به دستشویی برد یه ملافه روی مامانش کشید و بعدم وقتی کارش تموم شد دوباره به اتاق خوابش برگشت از این بیمحلی کردن ها خسته شدم تا اینکه بالاخره به حرف اومدم و رفتم پشت در اتاق خوابش که بسته بود اول در زدم ولی صدایی نیومد وقتی هم خواستم در کنم دیدم قفله و زور زدم بیفاید است از همون پشت در گفتم ببین سوهیلا من نیومدم اینجا تا تو را اذیت کنم حتی کمک های قبلیم مثل کادو خریدن برای علی رزا که ناراحتت میکرد رو هم دیگه انجام نداده و نمیدم میخوام بدونی که اگه اینجا هستم فقط به خاطر خاصه حامده ازت خواهش میکنم بیشتر از این نه منو آزار بده و نه خودتو در اتاق رو بس کن تا با هم صحبت کنیم اون قدر از من فراری نباش با دوری کردن و قهر و کینه فقط شرایط از اینی که هست بدتر میشه حرفم تموم شد ولی نه صدایی از ساحل ها اومد و نه در و باز کرد به لحاظ روحی توی وضعیت خیلی سختی بودم از طرفی نمیخواستم حرف برادرم روی زمین بمونه و از طرفی هم حاضر نبودم بخوام توی خونه ای بمونم که اونقدر با برخوردهای سرد و هیچ حساب کردنم سبوک میشم تصمیم گرفتم از اونجا بزنم بیرون و هیچ حرفی هم به حامد نزنم تا نخواد بزنیش دعوا بگیره همین که داشتم کفشم رو پام میکردم تا برم یه دفعه صدای مادرانهی به گوشم خورد که میگفت عزیزم سولماز نرو بیا پیش من من که قرصام رو سر وقت میخوردم چرا اینقدر با هم زود به زود قهر میکنی بیا پیشم بشین مامان جان صدای ملیحه خانوم مادر سوهیلا رو شنیدم که دلم نیمد همینطوری اونجا رو ترک کنم پس رفتم کمی بغلش کنم و بهش دلداری بدم و بعد برم همی که پیش ملیخ خانم رفتم از هم بغل محکمی گرفت و انگار که چندین سال منو ندیده باشه منو غرق بوسیدن های پشت هم کرد. چند دقیقه بعد سویلو محکم در رو باز کرد و با هم برخورد فیزیکی کرد. به طوری که محکم دستم و کشید و چنگی هم به موهام زد میخواست بلگت از وایدش بیرونم کنه که ملیه خانم هم دستشو کشید و سیلی محکمی توی گوشش خوابوند و گفت با خواهر درست رفتار کن بی حیا از که اینقدر دریده و گستاخ شدی سهیلا چرا اینقدر به خواهرت بی ادبی میکنی؟ آدم اینطوری هم گوشت و خون خودشو کتک میزنه شما باید پوش همدیگه باشین نه اینکه اینطوری به جونش بیفتین. اون لحظه هم من و هم سهیلا توی شوک عمیقی غرق شدیم ولی خانم به خاطر آلزایمرش فکر میکرد من سولماز هستم و سویلا رو خواهر من میدونست سولماز خواهر سهیلا بود که سالها پیش توی تصادف خیلی سخت که توی جاده چالوس داشت کشته شد سولماز با شوهرش برای معسل داشتن شمال میرفتن که ماشینشون با یه شاسی بلند تصادف میکنه و جاده خارج میشه از همون موقع این خبر وحشتناک به ملی خانم میرسه مریضی سختش شروع میشه افسردگی شدیدش باعث میشه به زیاد خوردن مشغول بشه و این وسط چیزای شیرین هم زیاد مصرف میکرد کم کم دیابت نوع دو خودش رو نشون داد و این وسط سکته قلبی و فوت شوهر ملی خانم هم به بیماریش دامن زد دوتا داغ عزیز دیدن اون هم در فاصله زمانی کم علایم آلزایمر رو توی ملی خانم نشون داد به طوری که کم کم رانندگی نتونست بکنه آدرس خونه رو گم میکرد و اتفاقهای دیگه ای که عمق وابستگی ملی خانم به عزیزانش رو نشون میداد وابستگی زیاد به بچهاش باعث شد که آخر هم نتونه با فوت دخترش کنار بیاد و با آلزایمرش فکر میکرد سولماز هنوز زنده است اون لحظه ای که منو جای سولماس گذاشته بود حرفی نزدم و منتظر واکنش خود سهیلا موندم تا اینکه سهیلا گفت مامان ببخشید از ناراحت نبوش خواهر رو میبوسم تا از دلش در بیاد تو فقط قول بده قرصات رو سر وقت بخوری و انسولین هم بزنی هم سهیلا یه ماچ زوری از صورتم کرد و کمی هم توی بغلم گرفت ملیه خانم از دیدن این صحنه خوشحال شد و کلی برای هر دوتامون دعا کرد با این اتفاق غیر منتظری که افتاد من توی اون خونه موندنی شدم و سهیلا هم مجبور بود مراد حال منو بکنه نمیتونستم بگم شرایط داشت به شکل درست خودش پیش میرفت ولی همین که حداقل حد بی احترامی وجود نداشت و طرفین حرمت هم را نگه داشته بودن دو دا حد زیادی امیدوار کننده بود اوایل از اینکه که خانم خانوم من اشتباه جای دخترش در نظر گرفته ناراحت بودم و از زیادی داشتم. که این خانم موسم بخواد اینطوری با دروغ زندگی کنه ولی وقتی برق شادی رو توی نگاش دیدم فکر کردم اینطوری بد نیست با دروغ زندگی شاد داشتن بهتر از غرق شدن توی دریایی از حقایق تلخه که بخوای شب و روز خودتو مار کنی از اون روز به بعد یه جور انگیزه ادامه زندگی برای ملی خانم شده بودم مثلا وقتی میخواست صبح از خواب بیدار بشه معمولا با زنگ ساعت بیدار نمیشد و من میرفتم صداش میکردم وقتی با صدای من از خواب بیدار میشد و بعد هم قیافه من رو جلوی چشماش میدید حساب خوشحال میشد و یه اصطلاح خاص خودش رو داشت که میگفت آخیش جون گرفتم برای وعدههای غذاییم هم همش کمشیرنی خوردن و بهش یادآوری میکردم کاری کرده بودم که بیشتر به های طبیعی رو آورده بود حالا دیگه خورما خوردن و شیرینی خامه ترجیح می داد. تا قبل از این همه شیرینی آب نبوت و شکلات جاهای مختلف خونه جساز می کرد ولی کاملا حس کردم که با حضور من دست از لجبازی برداشته و به فکر سلامتی خودش افتاده به این نتیجه رسیدم که آدمو دلیل نداره به خودشون بد کنند مگه اینکه بخوان به اطرافیانشون ثابت کنند که چیزی ناراحتن تا مشکلشون هم حل نشه امکان نداره رفتارشون رو عوض کنن. روزی که حامد به هم زده بود دغدغش این بود که بیماری قند ملی خانم اوت کرده و شرایطش بد شده و نیاز به پیگیری کارای دکترش داره از وقتی که پیش ملی خانم بودم بدون اینکه کوچکترین مراجعی به دکتر داشته باشیم به خوبی روند بهبودش دیده شده بود قند خونش کاملا تنظیم بود و رژیم غذاییش هم درست و بجا بود البته من به خاطر حرف حامد و منطقی هم که خودم همیشه توی سرم دارم پیش یکی از فوق تخصص های مشهور قدد و متابولیسم رفتم و وقتی ویزیت گرفتم برای ملی خانم یه سری آزمایش نوشته شده بود و قرار شد تا نتیجه رو بیاریم و به دکتر نشون بدیم. دکتر فوق تخصص وقتی نگاهی به نتیجه انداخت شرایط عمومی ملی خانم رو مناسب دونست و بعد هم نسخه نوشت و فقط که داروی جدید اضافه کرد. نسخه رو از داروخونه گرفتم و داخل خونه روی کاغذ با خط خوش یادداشتش کردم و روی دیوار آشپزخونه چسبوندم به ملی خانوم و سایلا هم نشون دادم و گفتم طبق همین روال باید این داروها رو مصرف کنه و دیگه با این یادداشت هیچ بهونه هم برای فراموشی وجود نداره کار به جایی رسید که از کردم مسئولیتی که حامد به سپرده بود رو به نفع احسن انجام دادم وقتی هم تلفنی با صحبت کردم کلی از تشکر کرد و گفت که خدا رو شک بار سفارش های شرکتشون هم داره مشکلش حل میشه و به زودی و دکسر تا یه ماه دیگه قرار بود داشتم از بندر عباس برگرده. این وسط خیالم داشت راحت میشد و یه نفس عمیق کشیدم و وقتی به خودم اومدم دیدم پس فردا امتحان میان ترم دارم و چیزی بلد نیستم. سری خودم و پیش چند از بچه های دانشگاهمون رسوندم. و به زور اصرار می کردم تا از فرصتهای خالیشون به هم اختصاص بدن و درسها را رو باشون رفع کنم. مطمئن بودم که نمراتم از سرم های قبل کمتر میشه چون فرصت کمی مونده بود و منم هنوز خیلی با سرفصل های امتحان ها فاصله داشتم. امتحان های میان ترمم هم پشت سر گذاشتم و وضعیت طوری شد که یکی از اساتید نساجی که بار سوم بود باش کلاساشم منو صدا کرد تا به دفترش برم اونجا بهم به گفت ببینم آنیتا مشکلی پیش اومده تو قبلا جزء شاگردای ممتاز من بودی حالا چه اتفاقی افتاده ترم آخر که باید معدلت رو بالا بکشی نمره درس منو حتی در حد بچه های ضعیف کلاس هم نگرفتی با صحبتهای استاد به جز خجالت و شرمندگی چیزی برای نشون دادن نداشتم واقعا نمیدونستم باید چه جوابی بدم خب من درگیر یه سری مشکلات خانوادگی بودم که قطعا به استادم مربوط نبود من باید خودم مشکلاتم رو حل میکردم و طبیعتا از کسی هم نمیتونستم توقع داشته باشم خود منو درک کنه یا برام شرایط ویژهای در نظر بگیره یه نفس عمیق کشیدم و به خودم گفتم برای ادامه راه باید قوی عمل کنم برای همینم بلافاصله بعد از اینکه از دفتر استاد بیرون اومدم به کتابخونه رفتم تا حسابی بخونم و بهترین خودم رو به نمایش بذارم ولی خیلی با چیزی که فکر میکردم قرار بشه تفاوت وجود داشت در یه اتفاق خیلی عجیب علی رضا پسر یه ساله حامد به خاطر تب بالا و رسیدگی دیگه نکردن سریع به بیماریش از دنیا رفت ساحلا با گریه و زاری و نالی به امزن زد و خبر رو به ام داد از هم خواست فعلا به شوهرش چیزی نگیم چون اگر حامد بفهمه حتما عواقب بدی داشت و ازم هم خواست یوش یوش با یه برنامه ریزی این خبر رو بهش بدیم به حرف سایلا گوش کردم و حرفی به حامد نزدم ولی درباره ماجرای فوت علی ازش پرسیدم که اونم بدون توضیح اضافه فقط به تب بالا داشتن اشاره کرد توی گواهی فوتی که نظر پزشکانونی توش بود این نکته وجود داشت که تب بالا سلول های مغزی رو کشته سلول مغزی هم ترمیم نداره و اگر از بین بره کار تمومه در بهترین حالت اگر علیرضا زنده میموند هم با حالت فلج باید به زندگیش ادامه میداد کار سختی پیش رو بود یه مراسم بی سر و صدا برگزار کردیم و علیرضا رو به خاک سپردیم وقتی از مراسم برگشتیم من به خونه سهیلا رفتم ملیه خانم مدام با حالت عصبانی به سهیلا نگاه میکرد تا اینکه بالاخره نتونست جلوی خودش رو بگیره و گفت تو خجالت نمیکشی دختره ی خیره سر چقدر بهت گفتم بچت مریزه و تبیش بالاست، به جای لجبازی و پاشویه کردن علکی سری ببر دکتر نشونش بده حالا نتیجهش چی شد الان میتونی اون بچه معصومی که باعث مرگ شدی رو برگردونی حداقل از این خواهر سولماز کمک میگرفتی سایلم که توپش بر بود با مامانش وارد درگیری لفظی شد و احساس کردم جای من اونجا نیست توی محیطایی که داد و هوار هست فقط صدا شنیده میشه و نمیشه منطقی روی چیزی بحث کرد برای همین به نظرم موندن توی اینجور مکانا وقت هدر دادن و فرسایش روح و روانه حامد با هم در تماس بود بازم جلوی خودم رو نگه داشتم و واقعیت رو در مورد بچهش بهش نگفتم این اولین باری بود که حقیقت رو از حامد قایم کرده بودم که البته به خاطرش از هم داشتم چون حق یه پدره که درباره بچهش بدونه و مطمئن بودم وقتی بفهمه حسابی از دستم ناراحت میشه ولی چاره چی بود؟ این وسط اوضاع سخت درسی رو پیش رو داشتم نمیتونستم خودم رو به درسای دانشگاه برسونم و از طرفی هم مدت کمی توی خونه پیش مامانم بودم که میدونم تنها بودم براش خوب نبود حس میکردم روزگار زیادی روی شونه های نعیف من حساب باز کرده واقعا نمیتونستم این همه مسئله رو با هم مدیریت کنم و همزمان قمخاره همه باشم وقتی حدود یه ماه از فوت علی رزا گذشت حامدم از بندر عباس برگشت وقتی دیدم زنگ خونمون رو زده شوکه شدم آماده بودم دعوام کنه و سرم داد بکشه ولی در کمال تعجب دیدم با خوشرویی وارد خونه شد و برای من و مامان یه چمدون کادو آورده بود مامانم کلی با دیدن حامد خوشحال شد و یاد اون زمانه ای افتاد که با پسرش از خوشی داشت روی ابرا راه میرفت حامد میگفت قبل از اینکه پیش سویلا بره یه راست از سفر اومده پیش ما تا من و مامان رو ببینه از منم کلی تشکر کرد که توی این مدت به سهیلا و ملیه خانم سر میزدم ظاهرا ترفیه شغلی هم گرفته بود و کارفرماش کلی از دستش راضی بود با هر کلمه محبت آمیزی که حامد میگفت بیشتر از خودم شرمنده میشدم تا اینکه بالاخره نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و قبل از اینکه حامد بره بردمش توی اتاق خودم و اتفاقی که افتاده بود رو براش گفتم حامد چند دقیقه سر جاش خوشگش شده بود و نمیتونست حرکت کنه بعد هم بدون اینکه حرفی بزنه با سکوت کامل و بدون هیچ اعتراض یا دعوایی از خونه خارج شد یه هفته گذشت ولی حامد نه دیگه با من تماس گرفت و نه پیامی داد تصمیم گرفتم من پیش قدم بشم و بهش پیام بدم وقتی پیام دادم اونم در جواب بهم خبر عجیبی رو منتقل کرد توی پیام نوشته بود که درخواست طلاق داده و میخواد از سهیلا جدا بشه چون رفتارهای زنش براش قابل تحمل نیست نوشته بود از منم توقع نداشته که ازش همچین مسئله مهمی رو مخفی کنم وقتی دیدم جواب پیامم رو داده فکر کردم لازمه تا به سنگ بزنم و از تصمیمی که گرفته منصرفش کنم چرا باید تازه وقتی که حامد اینقدر توی شغلش پیشرفت کرده و درآمدش هم بیشتر شده بخواد زندگیشو خراب کنه خب سایل درسته که لجباز و یه دند است ولی مطمئنم امدی توی کارش نبوده که بخواد جگر گوشه خودش رو به کشتن بده. شاید فکر میکرده که این فقط یه تب ساده است و با درمان خونگی حل میشه ولی یه دفعه اونقدر رو شده که از کنترل در رفته. خیلی از ما آدم اگر از آینده خبر داشتیم خیلی اوقات تصمیم های دیگه میگرفتیم و یه جور دیگه عمل میکردیم. البته که من نمیگم سهیلا توی مرگ علی رضا مقصر نبوده. صد درصد کوتاهیم کرده ولی اینکه حامد به این سرعت بخواد ازش طلاق بگیره رو قبول نداشتم به همه سعی زدم و همین حرفها رو پشت گوشی بهش گفتم اونم ازم خواست که توی زندگیش دخالت نکنم و بذارم خودش همونطوری که میدونه درست عمل کنه میگفت از دست هممون خسته شده و میخواد بره برای خودش یه زندگی مستقل و تک نفری داشته باشه بعدم بدون اینکه بذاره من چیزی بگم تماس رو قطع کرد تا حالا این مدل از حامد رو ندیده بودم حس می کردم دیگه شناختی ازش ندارم توی عمرم تا با من همچین برخوردی نکرده بود توی دوران بچگی برخلاف خیلی از خواهر برادرها که توی سر و کله هم میزنن من و حامد دوتا تا بچه بودیم که کاملا با هم سازگار بودیم و حتی اون زمان هم دعوای جدی نداشتیم برای همین این برخورد حامد برام خیلی سنگین بود ولی به خواستش تن دادم و دیگه هم درباره زندگی مشترکش با نظری ندادم حامد کار خودشو کرد و سهیلا رو طلاق داد دیگه هم خبری از حامد نشد نه کسی میدونست کجاست و نه میدونست داری چه کاری میکنه مامانم از غصه این ماجرا صبح تا شب زانوی غم بغل گرفته بود سهیلا افسردگی شدید گرفت و حالش دست خودش نبود منم که واقعا نمیدونستم چه کاری از دستم برمیاد چشم باز کردم و خودم و بین امتحانهای پایان ترم دیدم که این بار حتی از سواد میان ترمم ضعیفتر بود و فقط امیدوار بودم بتونم یه نمره قبولی بگیرم. امتحانهای پایان ترم از راه رسیدن. ولی همونطور که مثل روز روشن بود حتی به اندازه یک صدم ترمهای قبل هم نتونستم خوب عمل کنم و حتی توی یکیشون برگر و سفید تحویل دادم وقتی نمره ها اومد درس ها رو یکی بعد اون یکی افتادم طبیعتا دلیلی هم نداشت بخوام اعتراض کنم چون اونقدر برام واضح بود چیکار کردم که اعتراض کردم فقط حکم اینو داشت که خودم رو کنم وقتی نمرات تایید نشده ثبت نهایی شدن و سامانه قفل شد معدلم مشروط شد و البته این اهمیت خیلی زیادی نداشت چون بالاخره ترم آخر بود و نگرانی نداشتم که به خاطر مشروطی ترم بعد بخوام باید کمتر بگیرم دقدقا معدلی بود که افت شدیدی داشت و تقریبا نزدیک به یک نمره کم شد از در زده شده بودم و دیگه حوصلهاش رو نداشتم سراغ کارگاه خیاطی خودم رفتم و اونجا کارفرما به هم تذکر داد که اگه بخوام دل بخوای سر کار بیام و فکر کنم اینجا خونه خال است عضرم رو میخواد ولی بهش قول دادم که از این به بعد کار رو جدی میگیرم و بعدش هم حتی برای این که اطمینان کارفرمام رو جلب کرده باشم ترم بعد دانشگاه رو هم مرخصی گرفتم تا کامل روی خیاطی متمرکز بشم یک روز که فکر میکردم بالاخره زندگیم داره به یه ثباتی میرسه ملی خانم با هم تماس گرفت و گفت سولماز عزیزم کجایی این خواهر دیوونه شده بیا به دادش برس منم دارم از دستش سکته میکنم تو رو به هر کی میپرستی بیان جمعش کن آخر یا یه کار دست من میده یا خودش اول خواستم به این حرفهای تنایی نکنم آخه من که آنیتا بودم برای چی باید خودم و سولماز بدونم و حرفهای مامان سوهیلا رو تایید کنم اما بعد که خودم و جای اون گذاشتم و دیدم واقعا توی چه شرایطی قرار داره تصمیم گرفتم به حرفش گوش بدم و با سهیلا صحبت کنم وقتی سهیلا رو از نزدیک دیدم در نگاه اول نشناختمش همین چند وقتی کوتاه کلی صورتش پیر شده بود و اثر چین و چروک های زیادی روی چهرهش حسابی خود نمایی می کرد. مشخص بود که همین چند وقت کوتاه اندازه ی چندین سال براش سختی به دنبال داشته. و الان هم انجام دادن هیچ کاری نداشت. جلوی مامانش حرفی به ام نزد. ولی یواشکی توی گوشم گفت زندگیمو نابود کردی. به موقعش به خدمتت میرسم دختر ای کفتار صفت. انتظارش رو داشتم که سویلا همین برخورد رو داشته باشه اون توی حالت عادی که حامد هنوز ازش طلاق نگرفته بود با هم تون صحبت میگرد چه برسه به الان و این همه اتفاقای روز دروشی که افتاده بود به هر حال مدتی رو پیش ملی خانم نشستم و باش صحبت کردم سعی کردم به انگیزه بدم و اونم روی حساب این که منو میدید ولی عملا سولماس توی ذهن زنده میشد به حرفام گوش میداد و قرصش رو سر وقت میخورد و انسولینش رو هم به موقع تزریق میکرد حدود یه هفته روال همین بود وقتی از کارگاه خیاطی خارج می شدم خونه سیل اینا میرفتم و بعدم به ملی خانوم رسیدگی می کردم. یه شب که داشتم از خونه سیل خارج می شدم ناقافل یه چوب سختی توی سرم خورد و از حال رفتم وقتی به اوش اومدم نمیدونستم کجا بودم فقط دیدم یه پنکه سخفی بالای سرمه و دهن و دست و پام هم بسته هستن. دست هم به حدی صفت با تنو بسته شده بودن که قشنگ کس کردم خون نمیتونه توی دستم جریان پیدا کنه و ممکنه دستام رو از, از بدم. یه آینه داخل اتاق بود. به سختی و به زور خودم رو بلند کردم و جلوی آینه قرار دادم. دیدم از سرم خون اومده و دماغم هم کمی انحراف پیدا کرده. که من به خاطر ضربه هایی بوده که به هم وارد کردن نمیدونم این از خود و بیخبرها از کجا سر و کلشون پیدا شده بود ولی هر چی که بود مطمئن بودن بهشون معموریت دادن و اجیرشون کردن ذهنم طرف سهیلا رفت ولی فکر کردم اون فقط کلامی تهدید کرده و بعید میتونم به این درجه از پستی و سنگدلی رسیده باشه که برای زدن من آدم اجیر کنه یکم که گذشت حس کردم سرگیجه بدی گرفتم و ممکنه محکم با سر زمین بخورم پس قبل از اینکه دوباره از حال برم یواش روی زمین دراز کشیدم و دوباره از هوش رفتم وقتی دوباره به هوش اومدم صدای کلفته یه مردی رو از پوش درک قفل بود شنیدم که گفت چشم رئیس خیالتون راحت باشه در اختیار خودمه ولی اوزاش زیاد جالب نیست خون از دست زیاد و از حال میره به نظرم بهتر زودتر ردش کنیم بره تا خونش روی دست ما نیفتاده شما میخواستی گوشمالی بدی که دادی قرار نبود که خلاصش کنیم چند لحظه ای از قطع تماس نگذشته بود که دفعه کلید انداختن تا وارد اتاق بشن که من توش حبس بودم تا صدای کلید رو شنیدم سر خودم رو به خواب زدم دو تا مرد گردن کلف بودن یکیشون سری منو بلند کرد و روی کولش گذاشت و اون یکی هم رفت سری ماشین رو روشن کرد توی مسیر اونی که صندلی عقب نشسته بود تنه سنگین و بزرگش رو که بوی تند عرق میداد به هم چسبونده بود توی مسیر هم چند باری برای همدیگه خاطر تعریف می کردن و از بیناموسی می میگفتن و میخندیدن صحنه فوقالعاده چندشاوری بود و منم فقط تلاش می چشان باز نشن و عملی هم نداشته باشم نزدیکای آخر مسیر که شد مرد قوی هیکل که کنار دست من بود به دوستش که پشت فرمون نشسته بود گفت ببینم حیف نیست الان که دیگه آخر کاره یه کیفی نکنیم و حالی نبریم دوستش که پشت فرمون نشسته بود بهش اوکی رو داد و فقط بهش تاکید کرد که شور ماجرا رو در نیاره اونم که یه مرد حوث باز و بیوشدان بود از روی لباس چند حرکت جنسی با هم انجام داد و بعدم از ماشین پرتم کردم پایین چشم رو که باز کردم دیدم جلوی خونه سایلا پیادم کردن چند دقیقه که گذشت خود سهیلا بالای سرم ظاهر شد و با یه نگاه از بالا و پوزخندی که داشت مسخرم میکرد و گفت حالا مزه خون و حقارت رو چشیدی بعد بدبخت اینم جواب این که زندگی منو خراب کردی تو دقیقا من یاد اون سولماز میندازی همون سولمازی که گوشمالیش دادم ولی از شانس بعدش ماشینش از جاده خارج شد و مرد من نمیخواستم بکشمش قصد گوشمالی بود ولی از دستم در رفت و اون برا سرش اومد میدونی چرا چون پاشو از گلیمش در سر کرده بود چون حد و حدود خودش رو نمیشناخت که اینطوری به سرش اومد مامان همیشه بیشتر از من بهش اهمیت میداد و اونو توی سر من میکوبید حالا تو هم بعد مدت ها من یاد همون خواهر مزاحمم هم انداختی که خودشو توی دل مامانم جا کرده بود ولی تو علاوه بر مامانم که تو رو جای سولماز گذاشته حامد رو هم ازم گرفتی من الان یه زن مطلقه هستم که شوهر ندارم این نکبت وجود تو بود. بود که منو هم اسیر خودش کرد ولی دیگه بهت اجازه نمیدم بخوای بیشتر از این برای مزاحمت ایجاد کنی به نفته که سریتر بزنی به چاک نس مامان تو بگیر و از این شهر گمشین بیرون نمیخوام ریخت هیچ کدومتون رو ببینم اگه تا ماه بعدی توی تهران باشین ممکن از از هم در بره و جفتتون رو به همون سرنوشت سولماز دچار کنم. این نهایت خشم و ای بود که تا حالا از دیده بودم. سهیله یه دختر شیطان صفت بود که فقط تال چهره اصلیش رو تا این حد نشون نداده بود. تصمیم گرفتم در برابرش مقاومت کنم و در عین حال هم کار به خدا بسپرم تا خودش جواب این دختر شیطانی رو بده. من به مامانم هیچ حرفی نزدم و هیچ برنامه برای ترک محل زندگیمون نداشتیم. فقط وقتی مامانم سر و منو دیده بود ترس برش داشته بود که یه دروغ مسلحتی بهش گفتم که توی خیابون محکم به صورت زمین خوردم که اینطوری شدم سه روز از روز شومی که سهیلا و آدماش منو اسیر کرده بودن گذشت به نظر می رسید اوزا تحت کنتروله. ولی متاسفانه مثل همیشه نتیجه چیز دیگه ای عذاب در اومد یه روز که توی خیاطی بودم دیدم سرم داره به طرز عجیبی گیج میره و اصلا روی پای خودم بند نیستم در و دیوار و چرخ خیاطی و آدما دور سرم چرخ میخوردن تا اومدم بفهمم دقیقا چه خبره محکم به زمین کوبیده شدم و از حال رفتم از اینکه بعدش دقیقا چه اتفاقی افتاد اطلاعی دقیقی ندارم فقط اونطور که مامانم بعدم برام تعریف کرد وقتی من از خوش میرم کارفرمام سریع با آمبولانس تماس میگیره و بعد زمانی که معلوم نیست چقدر بوده بستری میکنن چند ساعت هم طول کشیده تا به مامان خبر ماجرا رو بدن پزشک معالج وقتی منو معاینه کرد اینطور تشخیص داد که علت این اتفاق لخته ی خونی بوده که توی سرم حرکت کرده. اونا نمیدونستن علت به وجود اومدن لخته ی خون چیه؟ ولی من خوب میدونستم که کار آدمای اون سوئلای از خود بی خبره. چیزی رو نمیتونستم ثابت کنم وگرنه گرنه حتما ازش شکایت میکردم تا به خاطر بلایی که سرم آورده جواب پس بده ولی حالا که دستم به جایی بند نبود صداش رو در نیاوردم و دوباره به همین تکیه کردم که ما کوچیکا خودمون بزرگه بیمارستان منتظر بود تا مامانم پول رو به صندوق واریز کنه و بعد هم روی سرم جرایی انجام بدن بنده خود مامانم هم رفت همون اندک سرمایش که توی بانک بود به صورت سپرده رو بیرون کشید تا به بیمارستان بده بیمارستان هم سریعا عمل رو شروع کرد و خوشبختانه با دای خیر مامانم جون سالم به در بردم و عمل هم موفقیت آمیز بود. لخته خون رو از سرم خارج کردن و جلوی حرکت بیشترش رو گرفتن. حدود یه هفته توی بخش ریکاوری بودم و داشتم کم کم آماده مرخص شدن می شدم. توی مدتی که بستری بودم فقط مامانم بود که به هم سر میزد و برام قوت قلب بود وقتی هم که مرخص شدم به سختی دوباره به کار خیاطی برگشتم و با جدیت سفارش های مشتری ها رو دنبال کردم واقعا هیچ چیزی بهتر از کار کردن نمیتونه حواس آدم و از بلاهایی که سرش میاد پرت کنه با اتفاقایی که افتاده بودن اگه میخواستم توی خونه بمونم از فکر و خیال دیوونه میشدم و باید خدا رو روزی هزار بار شکر میکردم که شغل دارم یه ماه گذشت و خوشبختانه خبری از سهیلا هم نبود مامانم با خوشحالی غیرقابل توصیفی با هم تماس گرفت و به هم خبر داد که داداش حامد به خونه برگشته حامد توی این مدت به کمپ کبیری یکی از رفقاش رفته بود و از سکوت شبهای کبیر و زیباییش استفاده کرده بود تا با خودش خلوت کنه و بتونه ماجرای این چند وقت اخیر رو حزم کنه حتی نظرش درباره زندگی مشترکش هم تغییر کرده بود و میخواست برگرده با سوهیلا زندگی کنه و از نو باهاش رابطه جدیدی رو شروع کنه نمیدونستم از این خبر خوشحال باشم یا ناراحت فقط سکوت کردم و هیچ نظری ندادم طبیعتا علاقهای به سوهیلا نداشتم و اینکه دوباره بخواد به جمع برگرده برام اصلا خوشحال کننده نبود ولی با این وجود هیچ دخالتی نکردم حامد بعد از چند ساعت از ما خودافزی کرد تا پیش سهیلا بره همون شب حامد با هم تماس گرفت و ازم پرسید که از زن سابقش خبری دارم یا نه که جوابم منفی بود ظاهرا خبری از سویلا نبود و معلوم نبود کجا قیبه سده. چند روز هم گذشت و باز اوضا همون بود حامد هرچه گوشه سویلا رو میگرفت خاموش بود و عجیب بود که از ملیه خانوم هم خبری نبود تا حداقل بشه یه سرنخی به دست آورد حامد به چند تا از رفقاش هم سپرد تا تحقیق کنند تا به یه نکته جدید برسند اینکه بالاخره بعد حدود ده روز با تحقیق یکی از دوستهای حامد محل ملی خانم پیدا شد ملیه خانم توی خونه سالمندان گذاشته شده بود همراه داداشم دو رفتم تا از مامان سهیلا سوال بپرسیم ملیه خانم تا منو دید گفت قربون اون روی ماهت برم سول مزه خوشگل من دیدی اون خواهر نانجیبت چه کاری سر من پیرزن بیچاره در آورد سر تو باش گرفته بود و اونم از لجش منو گذاشت اینجا هنوز این سال که سایلا کجاست رو نپرسیده بودیم پیدا کردنش خیلی سخت بود و با وجود زمانی زیادی که گذشته بود هیچ اثری ازش نبود گذشت تا اینکه از نیروی انتظامی با تماس گرفتن و گفتن که جسد متلاشی شده یه دختر تهی دره نزدیک جاده چالوس پیدا شده از این کارت گوشش تونسته بودن به فرز تماساش دست پیدا کنن و با ما تماس گرفته بودن از همون خواستم برای تشخیص هویتش بریم که ما تایید کردیم خودشه دی ای و وسایلی که همراهش بود هم این رو ثابت میکرد چیزی که مشخص شده بود این بود که سهیلا با پراید دوستش توی جاده چالوس در حرکت بودن که ماشین تی دره میره و هر دو کشته میشن سهیلا سرنوشت عجیبی داشت کاری رو که به سر خواهرش آورد سر خودش پیاده شد و این منو یاد مفهوم کارما انداخت بی خود نبود که مامان بزرگم هم همیشه می گفت هر کی بد کنه اول به خودش بد کرده. از سوهلا فقط مامانش به یادگار موند که از خونه سالمندان خارجش کردیم و به خونه خودمون بردیم. حالا مامانم هم یه همصحبت شیرین صبون داشت. از صبح تا شب به هم گل می گفتن و گل می شنیدن. حالا به نوعی دوتا مامان داشتیم. فقط یکی منو به اسم آنیتا می شناخت و اون یکی مامان منو سلما صدا میکرد برای هر دو هم عزیز بودم گاهی وقتا حتی سر من دعوا هم میکردن خب طبیعی بود که مامان خودم روی من غیرت داشت و نمیخواست منو با کسی شریک باشه ولی با صحبت کرده بودم تا رفاقتش رو با ملی خانوم به خاطر من خراب نکنه و برای دلخوشی این خانومم که شده بذاره فکر کنه من همون سولمازم درباره زندگی خودم هم تصمیم گرفتم به دانشگاه برگردم تا اون یک ترمی که باقی مونده بود رو هم تموم کنم. درسایی کمی باقی مونده بودن ولی خب سخت و سنگین بودن. از همون روز اول ترم دانشگاه با جدیت درس ها رو دنبال کردم و توی کلاس هم فعال بودم تا اساتید فعالیت مستمر کلاسی منو ببینن و آخر ترم سر نمره دادن بیشتر به هم ارفاق کنند سر یکی از کلاس ها با یه پسر به اسم مهدی که خوشتی با با کلاس بود رفع اشکال انجام دادم که حسابی توی امتحان میان ترم به هم کمک کرد و باعث شد نمرات خوبی بگیرم به مرور با رفت آمد حضوری و چت کردن ها توی فضای مجازی بینمون علاقه شکل گرفت و وقتی ترم آخر دانشگاه هم رو تموم کردم و مدرک مهندسی نساجیم رو گرفتم با هم عقد کردیم و سیغه محرمیت بینمون خونده شد. هر دوتا مامان برام آرزوی خوشبختی کردن و برای خرید جهیزی کمک مالی کردن. فصل جدیدی از زندگیم شروع شده بود. خیلی از مفاهیمی که قبلا برام معنی نداشتن حالا معنی تازهی پیدا کرده بودن و برام با ارزش بودند. به قدرت و معجزه و عشق و دوست داشتن پی برده بودم و خدا رو شکر می کردم که یه شریک همراه و پرتلاش نصیبم شده من که حتی ازدواج در دورترین قسمت مغزمم جایی نداشت حالا برای روزی که لباس عروس بپوشم و توی ماشینش از خوشحالی جیغ بکشم در پوس خودم نمی گنجیدم. اینجاست که تازه اهمیت سب کردن معلوم میشه دقیقا مثل درختها که خارج از فصل خودشون میوه نمیدن همیشه هم زور زدن نیست که جواب میده و ما همه چیز رو نمیتونیم کنترل کنیم به قدرت صبوری پی برده بودم و به حکمت اتفاقایی که توی زندگیم رقم خورده بود ایمان آورده بودم اگر ترم قبل رو از دانشگاه مرخصی نگرفته بودم حالا پسری مثل مهدی نصیبم نشده بود یا اینکه اگر در برابر کین ها و دشمنی های سهیلا مقاومت نداشتم صد درصد از در اومده بودم اما ورق روزگار همیشه برخلاف میل نیست فقط نکتش اینجاست که اونجایی که فکرش رو نمی کنی و انتظارش رو نداری خدا برات شرایط رو خوشگل می چینه تا کیف کنی اون موقع تو فقط حکم تماشاچی رو داری میتونی دست به سینه بیسی و هنرنمایی خالقت رو تماشا کنی اون وقت میتونی ایستاده برای خودت دست بزنی که به خدا اعتماد کردی و نتیجهش رو هم دیدی مراسم عروسی آبرومندی برگزار کردیم توی مراسم عروسی چشمم به خنده های تلخ و معنادار حامد هم بود میتونستم بفهمم که از این مراسم چه خاطراتی براش زنده میشه اما حالا که ترفیه شغلی گرفته و با پشتکاره مطمئن بودم به زودی یه شریک زندگی خوب پیدا میکنه براش سعی قلب آرزو کردم مثل من که فکر نمی اینطوری برام خوب بشه براش پیش بیاد تا قدرت خدا رو خوب بفهمه مراسم تموم شد و همگی به خونه هاشون رفتن و منم زندگی عاشقانم رو با مهدی شروع کردم به تشویق مهدی درس خوندم برای کنکور ارشد رو هم شروع کردم از اونجایی که رشه هر دومون هم مهندسی نساجی بود قرار شد هر دو کنکور بدیم و یک گرایش رو هم انتخاب کنیم با هم قرار گذاشتیم تا دست در دست هم برای آینده بجنگیم و چه چیزی بهتر از یه شریک و دوست و همراه ممنونم که به داستان من گوش کردین